جلال حسینی یه حرکت از سمت چپ، فرصت است اگر نظرن توپ کرنر بره، همین اتفاق، یک ضربه سر از اشکان دژاگ و توی دروازه. یک شروع طوفانی، رویایی و به یاد ماندنی برای دژاگ در تیم ملی فوتبال ایران که پرچم‌های ایران رو خیلی زود در ورزشگاه به اهتزاز در میاره. قاسم برهان مونده که چه کار بکنه، انتظار اینو نداشت که این اتفاق بیفته. هافبک 181 سانتی متری و 25 ساله تیم ملی فوتبال کشورمون که کیروش هم خیلی سعی میکنه واکنش نشون نده به این گل زود هنگام. اشکان دژاگه ظاهر خودش رو هم سعی کرده به نزدیکترین شکل ممکن به قواعد منشوری ما حفظ بکنه. یه گل زیبا رو میزنند روی حرکتی که مهرداد پولادی انجام داد، در حالی که فکر میکردیم توپ به بیرون میره این اتفاق رخ نداد و ضربه سر اشکان دژاگه بالاتر از همه اولین گل او رو در اولین بازی او، بهتر بگم در اولین دقایق بازی ملی او رقم میزنه. ایران 1-0. پیروزی ایران بارگاه او پیروزی سه تساوی داشته و به نظر میرسه با رکورد بدون شکست به مرحله دوم پا بذاره. یه فرصت است برای قطر، یا تک به تک با رحمتی و پنالتی یوسف احمد در اولین حمله جدی قطر درون محوطه جریمه ایران یه پنالتی رو میگیره. ایرماتوف عقبه و کاریزمایی بسیار مقتدر داره، هیچ کس به سمتش نمیره بعد از اعلام پنالتی که الحق و الانصاف هم به نظر درست میرسید. نقطه پنالتی رو نشون دادن، یوسف ایستاده، رحمتی هم مقابلشه، ببینیم میتونه سد راه پنالتیش بشه یا نه. میزنه ضربه رو و توی دروازه. 16 گل ملی خلفان ابراهیم، بازیکن 24 ساله قطری ها که پدرش هم فوتبالیست تیم ملی قطر بوده، دور از دست های سید مهدی رحمتی، در حالی که خوب هم جهت رو تشکیل خودش کیروش قرار داده، جایی که دروازه با اون تخصص هم داره. حالا خسرو حیدری، هماهنگی بیشتر این دو بازیکن در این سمت میتونه ویرانگر باشه. علی کریمی خودش در اون محوطه جریمه خوب را انداختش. دژاگه کشورمون 120 دیدار ملی خودش رو تجربه میکنه، به نظر میرسه که حیدری، دژاگه، کریمی، نکونام، یه همکاری خوب تیمی، یه فرصت بده. ابراهیم خلفان به قلب دفاع حریف، یه پاس خوب در این سمت، چقدر عالی دژاگه توپو میگیره. یه بار دیگه فرصت هست برای قطر، دست بردار نیستن در اون شلوغی. موقعیت برای تلال بلوشی، توپ کریمی خورد، یه بار دیگه حالا علی کریمی، پنالتی، خسرو حیدری میفرسته توپ رو به روی دروازه، یه بار دیگه زر از ضربات سر و ضربه کورنر بده. جالب اینجاست که
دژاگه اصلا نشون نمیده که ناهماهنگ به عنوان یه بازیکن جدید ورود. یه فرصت برای تیم ما، یک ضربه چک‌کشی. چیزی نمونده بود که گل دومم برامون به دست بیاد روی حرکت چک‌کشی محمد رضا خلعتبری و به روی دروازه. این موقعیت پاس رو به عقب قاضی، پژمان نوری، خلعتبری به روی دروازه، یه بار دیگه یه ضربه سر، یه برخورد بعدی که خوشبختانه مشکلی نبود برای محمد قاضی که خصلی میتونه امید بخش باشه برای تیم ملی فوتبال کشورمون. از سمت چپ میفرستن توپ رو به روی دروازه، علی کریمی ضربه سر رو میزنه اما بی حاصل، کنارش نیست. حالا لورنس میفرسته به روی دروازه، خطرناکم هست، به روی دروازه و بالاخره سید مهدی رحمتی توپ رو جمع میکنه. حالا میفرستم به روی دروازه، یه موقعیت و توی دروازه گل دوم هم از اشکان دژاگه. شاید بعدن بازی های زیادی برای تیم ملی ما انجام بده که حتما هم انجام خواهد داد، اما این اولیشو فراموش نمی کنه. اشکان دژاگه هر چی زد توپش فعلا به تور رسیده. یکی با ضربه سر نیمه اول، در واقع همون دقایق اول نیمه اول و الان هم دقایق اول نیمه دوم روی ضربه کاشته. حالا شاید میگه اینقدر پا قدمش خوب بوده، چرا اینقدر دیر این اتفاق براش افتاده، خیلی این دست اون دست کرد، حالا بعدم مشکلاتی هم داشت. البته چقدر زیبا زد ضربه رو، جایگیری نامناسب، انصافا یه ضربه اروپایی بود که حتی پژمان نوری، خلعتبری خودش صاحب توپ هست. یک بار دیگه یه فرصت از امکان این رو که فکر کنه توپ از زیر پاش رها میشه محمد قاضی، فکر نمی کرد که خلعتبری. پولادی به روی دروازه، حالا یه شوت از راه دور، حیف شد که گل زیبا رو از جواد نکونام ندیدیم. ارزش یه گل رو داشت این شوت سهمگین هافبک خوب اوساسونا که او هم چهره تاثیرگذار در تیمشه در رقابت‌های لالیگا، انصافاً زیبا زد و حیف شد که گل نشد. البته راستش هم بخوای حواسش اون باشه که گل‌های بیشتر که بزنیم به همین نسبت ممکنه شتر. اشکان دژاگه یه بار دیگه حرکت کرده، جواد نکونا مستقیم به سمت دروازه و توپ به بیرون میره. حضورش در آسیا با کاشیما آنتلرز بود در 2006 و پاشم به فوتبال قطر با بازیکن حال حاضر تیم فوتبال زوباهن. توپ رو میفرستن به روی دروازه، یه ضربه سر تیر دروازه و توی دروازه. اگه بگم که من ناراحت شدم از این گلی که ایران خورد، راستشو نگفتم و فکر میکنم خیلی از شما هم همین حالت رو داشته باشید. شاید تنها موردیه که همچین احساسی با آدم دست میده این نتیجه، چون مفهومش این هست که قطر بالا میاد و بحرین میمونه. یه بار دیگه ببینیم، یه لحظه همه جا موندن، توپی که به تیر دروازه خورد و بعد به تور دروازه چسبید. فابیو سزار توپو فرستاد و این ضربه سر از محمد کازولا، مدافع پیشتاخته قطری ها. به این ترتیب، البته توپ به دست رحمتی هم برخورد کرد، بعد به تیر دروازه شده. دو دقیقه مثل بعد دوستان میان، دو دقیقه منظور شده، دو دقیقه که تازه زیاد نیستش هم رد شده باشه، نیازی به این درگیریام نیست. سباستیان سوریا میتونه خیلی آرومترم کار رو دنبال کنه، توپش بیرون رفته بود، حالا اینکه داشت تردیدی نیست. بعد در ادامه این